سلام و شامتان بخیر به فراخبر با من یاسر ابرار خوش آمدید در این برنامه خواهید دید خواست خلیلزاد از کابل برای همکاری در رهایی دو استاد دانشگاه آمریکایی از بند طالبان مشاور امنیت ملی میگوید حکومت افغانستان در این باره آماده همکاری با آمریکاست او اما درباره چگونگی این همکاری جزئیات نمیدهد ده امریکایانو غوښتنه از نه همکاری ده او مونږ همکاری ته حاضر ولی به جزئیات باید بحث و کو در نوروز به موافقه تا یک فرمانده پیشین طالبان اما میگوید طالبان علاقمند هستند تا در برابر رهایی این دو استاد دانشگاه آمریکایی انس حقانی رها شود آیا مبادله زندانیان قیمت مناسب برای آغاز دوباره گفتگوهای صلح آمریکا با طالبان است در این باره با مهمانان برنامه آقای دکتر عبدالقیوم سجادی عضو مجلس نمایندگان و آقای صالح محمد ریگستانی آگاه نظامی بحث میکنه مهمانان به بحث خوش آمدن آقای سجادی آغاز دوباره مذاکرات امریکا با طالبان نیازمند چه اقدامات است از سوی طرف به نام خدا با سلام خدمت شما بینندگان محترم جناب آقای ریگستانی من فکر میکنم چند نکته باید در بحث مورد توجه قرار بگیره بس اول ای که دیدگاه حکومت افغانستان در گذشته کمتر در بحث ها شریک بود بیشتر امریکایی ها تلاش که مشکلات خودشان رو با طالبان حل بسازه آیا امریکایی ها برای حل مشکل افغانان برنامه داره یا نداره اگه داره دقیق با جزئیات به مردم افغانستان و حکومت افغانستان باید شریک شد و تا زمانی که این با یک جزیات دخیتر و صداقت و سراحت مطرح نشوه ما فکر کنم ما به جای نمیرسیم درست مبادله زندانیان حالا به باور شما اقیمت مناسب است برای آغاز ای دور مذاکرات برای مذاکرات بعضی از موارد متاسفانه مسائل افغانستان تحت تاثیر منافع آمریکا مورد توجه قرار میگیره اگر یک معامله در جای حرکت میکنه و صورت میگیره که اونجا به نوعی از نظر امنیت ملی افغانستان خط قرمز محسوب میشه چهره مثل نسقانی در رأس گروپ های تروریستی بوده و دهها عملیات خونین انتحاری و انفجاری رو در کابل و در سطح افغانستان انجام داده من فکر می که حتی برای آمریکایی های معامله معامله خوبی نخواهد بود برای کسایی که شعار مبارزه با تروریسم مطرح میکنه مبارزه با تروریسم توان داره مبارزه با تروریسم هزینه داره و آمریکایی ها هم با حضورشان در افغانستان و همچنین با امضای معاهده استراتژیک با دولت افغانستان و با شعاری که طی 18 سال گذشته برای دنیا و جامعه جهانی دادن خود را مسئول مبارزه با دهشت افغانی و تروریسم میدانه و در این راستا طبعا باید حزینه های را قبول بکنه برخی از تحلیل ها که گویا امریکایی ها دیگه آمادگی نداره برای تامین امنیت در افغانستان و کشورهای دیگر حزینه انسانی و مالی بکنه <applause> از نظر بنده واقع بینانه نیست امریکایی ها در افغانستان و عراق و سوریه و جای جای دیگری این دنیایی که ما زندگی میکنیم حزینه میکنه برای حفظ سلطه و هیجمونی جهانی خودشان آمریکا خود را رهبر نظم جهانی موجود میدانه و حافظ امنیت و ثبات در و سیاست بین الملل میدانه و هم یه در از تغییر نکن. و من فکر میکنم ببینید اساسا تا زمانی که سیاست آمریکایی باشه که جایگاه هژمونی که خود در سیاست بین الملل حفظ بکنه هژمون بودن در سیاست بین الملل نیازمند هزینه کردن هست بخش از این هزینه ها که در مسئله مبارزه با تروریسم مربوط میشه باید آمریکا یا او رو قبول بکنه من نکته ای که میخواستم تاکید بله. کنم است که مبارزه با تروریسم در افغانستان یا جای جاهای دیگه دنیا که صورت میگیره بخشی از امنیت ملی ایالات متحده امریکاست که در سطح جهان و منطقه برای خود تعریف میکنه بسیار تشکر. آقای رگیسانی باور شما چی است برای آغاز دوباره مذاکرات آمریکا با طالبان چه اقداماتی باید صورت بگیره؟ بسم الله الرحمن الرحیم ما فعلا در یک مرحله لجبازی استیم هم ترامپ لجباز است و هم اشرف غنی و هم طالبا ترامپ شرط مونده که تا که دو گروگان امریکایی رها نشوند مذاکرات آغاز نمیکنیم طالبا میگن تا وقتی انس حقانی و چند تا زندانی های ما آزاد نشوند ما هم حاضر نیستیم که گروگان ها را رها کنیم و اشرف غنی میگه تا که رهبری ما در این مذاکرات پذیرفته نشوند ما نیستیم که زندانیا را رها به این ترتیب ما بینیم که هر کس سر موضع خودش پافشاری داره و هر کس میخواد که طرف مقابل مجاب کنه مطیع بسازه و راضی بسازه به موقف خودش در یک منازعه وقتی که مصالحه به وجود می آید لازمه مصالحه است که هر یک از طرف ها از موضع های گذشته اش از موقف گذشته اش مقدار باید کوتاه بیان و باید یک مقدار عقب نشینی کنند تا با سوارهای مذاکره ما فکر میکنم که با موضع که فعلا حکومت افغانستان اشرف غنی کرده که امروز میخواهد رهایی و زندانیا را مشروط بسازه به رهبری خودش آیت مذاکره حکومت فشار بر خودش وارد میکنه چرا در گذشته هم آقای اشرف غنی با این پافشاری سنگ اندوزی میکرد در راه مذاکره اما حال در راه مذاکره که بین طالبان و امریکاست است سنگ اندوزی کنه یعنی این مانع از ای شده که طالبان با امریکا مذاکره خود دوباره شروع کنند کو شرط اصلی مزا... طالبا است که هرگاه ما اول با امریکا به توافق رسیدیم بعد با جانب افغانی ما مذاکره پس شما میگین که باید دولت افغانستان از این خط سرخ یک برای خود تعریف کرده او بور بکنه مثلا رهایی انس حقانی دیروز از جانب حکومت افغانستان خط سرخ تعریف شد شد رویش uh, حالا میگین که موافقت بکنه با خواست آمریکایی ها همکاری بکنه با آمریکا ما ما این نظر نیستم که باید مشخصا انس حقانی را باید رها کنن انس حقانی و رهبرای مهم طالبان که در زندان هستن مثل انس حقانی که اینو بخش از شبکه عقانی که عمدهترین ترین و بزرگترین عملیات های را و پر در افغانستان انجام دادن انس حقانی بعضی کسا میتونه بخشی از مصالحه باشه وقتی که مو حکومت افغانستان و امریکا طالبا روی تمام موضوعات منا... که در منازعه است به یک توافق صلح برسند بعد میتونه رهایی انس اقانیم بخشی از رهایی تمام زندانیا باشه اما حکومت افغانستان با, ای موضوع گیری با این موضوع خود هم مذاکرات بین افغانی رو ببینن سنگت دوزی میکنه که میگم ما با رهبری مذاکره رو بگیریم هم یک مانع بر سر مذاکره توافق طالبا با امریکا هم شده فعلا یعنی در فشار بر خودش وارد میکنه فشار بر خودش جذب میکنه تا حکومت افغانستان اشرف غنی که موش ماش گارد ریاست جمهوری شما امریکا میت چقدر میتونه تحت فشار امریکا تحمل پیدا کنه اونو ابزار فشار بر حکومت افغانستان به دارن میتونن فشار بیارن سیاسی اقتصادی رسانه‌ای من فکر میکنم که حکومت افغانستان باید عقلانه رفتار کنه و ایران را, را باز کنه که امریکا با طالبان بشین به یک توافق برسن تا که مذاکرات بین الوطنی ها باشه رفتار آقلانه چی میتونه باشه اگه فشرده تر بگن؟ به نظر ما او میتونن که هنس اقانی را مشروط به توافق نامه که بین امریکا و طالب ها بگذارن بگن هرگاه شما این توافق نامه را امضا کردین که یک شرط از او به نتیجه رسیدن مذاکرات بین الافغانیست ما میتونیم به عنوان حسن نیت بر مذاکره با جانب طالب که باید با دولت افغانستان مذاکره کنن ما میتونیم انا سعقانی را در قدم اول با چند تا زندانی رها کنیم این میتونه خوب باشه شکر. آقای سجادی سایر موارد که حالا با پیشرد پیش شرط برای آغاز مذاکرات مطرح شود چه میتونه باشه مثلا بحث آتش بس چقدر مهم است گونه که خواهی محب امروز گفت آتش بس یک ماه یک بحث است که ما طبعا در این مباحث دیدگاه ها و نقطه نظرات متفاوت داریم ما ضمن احترام به تحلیل جنابای رگستانی یک نکتر میخوایم اضافه بکنم چرا حکومت افغانستان مصیر و ای که یا حد علاقه من نیست که مذاکره آمریکا و طالبان به نتیجه برسه من فکر میکنم این نگرانی حکومت افغانستان منطقی است آمریکایی ها تلاش میکنه که مشکل خودشون حل بکنه تلاش نمیکنه که مشکل افغانستان رو با طالبان حل بسازه و دو این که آمریکایی با این مذاکره در واقع جایگاه حقوقی و قانونی حکومت افغانستان رو مخدوش میسازه از نظر حقوق بین الملل دولت افغانستان حالا با قطع نظر از که رهبری دولت دست کیه و چقدر کارآمدی و مسیریت داره از نظر حقوق بین الملل جانب معاهدات بین المللی و حتی مذاکرات رسمی دیپلماتیک دولت افغانستان است. تشکر به از بنابراین حکومت آمریکا با طالبان وقتی وارد مذاکرات میشه این خدشدار میسازه حکومت افغانستان ادامه خبر پس از وقف به ادامه فراخبر خوش آمدید آقای سجادی ادامه حرفای شما رو می داشته باشیم ولی چارچوب چهار موردی را که آقای خلیزات برای خود تعریف کرده بود برای صلح با طالب ده او دو موردش حداقل بحث آتش بحث و گفتگاه بین هم بود یعنی رب داشت مسئله افغانستان تنها به منافع امریکا دیگر نه ببینید دو سه تا مسئله هست که نگرانی ایجاد میکنه و ما زمان این نگرانی ها را تا رفت نکنیم نمیتونیم انتظار نتیجه را داشته باشیم نگرانی که طالبا داره است که اگر بس خروج را که اونا برایشان بار ایدولوژیک داره و اهمیت اساسی داره جدی گرفتن نشوه اونا از نظر افکار عمومی تحت سوال قرار میگیره و دیگه ادامه جنگشان مشروعیت خودش از دست میده لذا اونا رو اصرار روی زو قضیه داره نگرانی که حکومت افغانستان داره و مردم افغانستان داره از این طرف است که ممکن توافق روی بحث جدول زمانی خروج و امثال یک وقت صورت بگیره اما هیچ گونه تغییر در وضعیت جنگی به وجود نیاید برای اینکه تا هنوز هم طالبان اعلام آماده نکرده برای استقبال از گفتگوهای بین الافغانی یا حداقل کاهش خشونت یا کم کردن جنگ ها تا چی به بحث آتش بس و امثال اینها من فکر میکنم که طرحی بست به عنوان پیش شرط زیاد معقولیت نداره که مثلا چه پیش شرط هایی را طرف داشته باشه شما وقتی از این طرف پیش شرط هایی میگذاره طالبان هم پیش شرط هایی میگذاره ولی حتی اگر پیش شرط بس آتش بس ولی ببینید نه میخوایم می این کنم به صورت پیش شرط یا آتش بس و شاید مثلا طرف نپذیره ولی حداقل به عنوان یک بسته مشخصی که قابل مذاکره است و باید طرفین سر او به توافق برسه و او را بپذیره باید برخی از مورد توجه قرار بگیره و در اون بسته توافقی همونطوری که آقای خلزاد قبلا هم میگفت یا توافق روی همه یا روی هیچ اه. اما پسان از این عبور کردند روی دو سه بند می‌خواستند تا توافق توافقنامه توافق کرده بودند اما روی بحث بس آتش بس تو گفتگوی بین افغانی در حد اینکه به هر حال مورد بحث قرار گرفت اکتفا صورت گرفت بنابر این یک توافق نمیتونه یک قسمت رو توافق بکنه قسمت های دیگه که اهمیت جدی برای مردم افغانستان و نگرانی مردم افغانستان او رو مورد توجه قرار برست. نده که آقای میگه اهمیت آتش بس با پیش شرط به این دلیل است که اونا میگن یافته های ما نشان میده که از یک سال به سو طالب یک دست نیست نمونه هم دادن بازه ملا زاکر یک فرمانده طالب که به با داعش پیوسته و این نگرانی مطرح میشه که داعش به عنوان جو جوگزین طالب مطرح شود آتش بس فکر نمیکنین مهم باشه برای که دیده شود که آیا واقعا طالب یک دست است ببینید این کاملا منطقی است یعنی این که من میگم کسایی که به نوعی از طرف طالب گپ میزنه اونا میگن خب شما یا حتی منتقدین اپوزیسیون سیاسی آقای اشرف غنی میگه شما نباید پیش شرط بگذارید وقتی پیش شرط یعنی اینکه جدی نیستید برای این مذاکره ولی ما میخوایم بگم که این پیش شرط عبارت دیگه از امو بسته مذاکراتی توافقات سول افغانستان میتونه باشه که ما در قدم اول زمانی میتونیم با یک اراده جدی بریم روی بس مذاکره و گفتگوهای صلح که یک تغییری در موقف طالبان نشان داده شود و این تغییر نشان دهنده همو حسنیتی است که اونا در واقع نشان میده که ما حاضر هستیم از طریق گفتگو مذاکرات خود حل بکنیم در طی نو بار مذاکره ای که طالبان با آمریکا یاد داشتن صرف در هر بار نشان حسن نیت در هر بار مذاکره‌ای که طالبان با آمریکا داشتن ما شاهد تشدید جنگ‌ها و خشونت ها و عملیات انتحاری و انفجاری بودیم بنابراین اگر واقعا طالبان راست میگه و پاکستان هم حمایت میکنه از بحث دایی ای که آمریکا مطرح کرده بحث به این افغانی باید بپذیره که در قدم اول یک حسنیت نشان بده یک تغییر در موقف جنگی خودشان بیاره چون این طالبان هستند که دارند می و اونا با با کاستن دامنه خشونت با قبول آتش بس میتونه در واقع خود را نشان بده اراده جدی خودشان را برای رفتن به یک مذاکره و گفتگو سازنده دست برای سلطه آقای رئیسانی باور شما چی است آقای سجادی میگن که آتش بس پیش شرط نه بلکه بخشی از بسته مذاکراتی باید باشه خب اگر قرار باشه که سر صورت بگیره آتش بس اولین قدمش است و اولین قدم برای حسن نیت و اولین قدم بر یک صلح پایدار آتش بس است که اول خونریزی باید متوقف شود بعد در یک فضای آرام باید مذاکرات صورت بگیره مذاکراتی که در فضای جنگ صورت میگیره تاثیر منفی بر بر مذا... بر, بر طرفین مذاکره میرسونه گرچه تجربه بشری نشان داده که وقتی مذاکرات صلح آغاز شده هر طرف کوشش کرده که در جنگ دستاوردهای داشته باشه تا دقیقه 90 تا بتونه سر میز مذاکره امتیازات بیشتری را بگیره تجربه‌ای که ما دیدیم در تایلند شد در کامبوج امور رقم شد در در کلمبیا قسم شد در بسیار کشور در سودان می قسم شد که تا آخرین لحظه طرف کوشش میکرد که پیشروی در نظامی داشته باشد تا دستاورد سیاسی داشته باشد اما ما فکر میکنیم که آتش بس باید اولین قدم باشه اما صلح چون چی گفته درست. شده صلحی که یک مزبستی از توافق خانه باشه به نتیجه درست. نمیرسه آتش بس تنهایی حل از میتونه باشه هر یک از طرفین میتونن آتش بس, بس بشکنانان و خونزی دیگه ولی آیا طالب این بار با آتش بس موافقت خواهد کرد انطاف نشان خواهد داد من فکر میکنم که نه خیر طالبا از مواضعی که قبلا گفتن در مذاکرات یک سالی خود و در مذاکراتی که در صحبتایی که در مسکو کردن در کشورهای دیگه کردن هیچ مقب نشینی از موضع خود نکردن مثلا ما که دو تا خاص برای شما میگم یک خاص از اون اعظم ام اول امریکایی میگفتن که به مجردی که ما و شما توافق نامه صلح امضا میکنیم یعنی امریکا طالبا فورا شما باید یک آتش پس دائمی را اعلان کنین و برین, برین وارد مذاکرات بین لفغانی شد و خروج ما مربوط به شرایط و زمان است هرگاه شرایط ما ببینیم که شرایط یعنی شرایط یعنی مذاکرات با این مذاکرات بین الافغانی به خوبی پیش میره ما در خروج خود سرعت میبخشیم اما طالبان میگفتن به اگه ما با شما ما آتش کنیم حکومت افغانستان انتخابات برگزار میکنه باید یک حکومت موقت بیا ما با حکومت موقت که مورد قبول همه طرف ها باشه آتش بس میکنیم هنوز برای موضوع خود پافشاری داره آتش بس حتی اگر شوه هم به باور شما آقای رگستانی کی عملی خواهد ساختین این آتش بس در شرایطی که آقای محب میگه که طالبان یک دست نیستند خب یک نقطه اول باید بگویم که شما میبینین که دولت افغانستان حکومت افغانستان خصوصا آقای غنی اصرار زیاد داره که باید حیات از طرف حکومت افغانستان باید تعیین شوه رهبری حیات باید حکومت داشته باشه و طالبان کاملا به این مخالف هستن ما به این نظر هستم که حکومت افغانستان نباید در موقف خود دی مورد باید پافشاری کنه با وجود از که هیچ صلح بدون مشارکت دولت افغانستان امکان نداره یعنی با طالبان به خاطر چی به خاطر این نکته که شما گفتید خب فرض کنیم یک هیئت سیاسی احزاب سیاسی رفتن با طلبه با این توافق رسن که آتش بس شود آیا این هیئت ای ای صلاحیت داره که 350 هزار نیروی افغانستان دستور بده که آتش بس کنن این فقط حکومت افغانستان میته یا یک هیئت سیاسی رفت توافق کردن که زندانیا رهایت شود حالا اینجا یک رئیس جمهور موجود باشه بدون از امکان داره 13 هزار زندانی طالب رها شود بنان ما نظرم به ایتق... به اعتقاد هستم که آتش بس باید با دولت افغانستان صورت بگیره اما دولت افغانستان در شروع مذاکرات سنگ اندازی نکنه بگذار که یک بار دو بار حیاتا برن به طور معقول و طبیعی پای حکومت افغانستان دیگه داخل میشه و اما در مشخص در مورد سوال شما ما اعتقاد دارم که اگر یک سال با طالبا صورت بگیره گروهی که مخالف ایسل خواهد بودن مثل القاعده مثل دایشی و بعضی از گروه های طالبا اونا در اقلیت قرار میگیرن و اونا نمیتونن که باعث بیسوباتی افغانستان شوند و ما یقین داریم که با نیروهای امنیتی افغانستان و توسط نیروهای امنیتی افغانستان میتونند که محدود شوند یا سرکوب شوند تشکر, تشکر. آقای سجادی گام که در داخل افغانستان برداشته شود بیشتر از آنچه که گفتیم چی است مثلا برگزاری نشست مشوردهی متحدان با حضور پانزده کشور سازمان بین لالی در راه است ظاهرا تا بیشتر از یک ماه دیگر برگزار خواهد شد چه دردی را دوام میکن اه... ببینید اگر بحث ادامه جنگ در افغانستان دارای صرفاً ابعاد داخلی باشه طبعا هیچ دلیل وجود نداره که توافق کشورهای بیرونی در ارتباط با میکانیزم سول افغانستان مورد توجه قرار بگیره متاسفانه جنگ افغانستان دارای ابعاد منطقی و میل است یک بخش از جنگ افغانستان جنگی نیابتی و استخباراتی است که در بین کشورهای بیرونی وجود داره و تصفیه حسابهای خود در افغانستان انجام میده یک نکته نکته دوم این که حتی اگر گفتگوی بین افغانی آغاز شود گفتگو بین طالبا و حکومت افغانستان که من فکر میکنم این رو من به دلیل ارز کردم که تلقی پیش شرط نباید شود که گفتگو و مذاکره همزمان با اعلام آتش بس میتونه معنا داشته باشه. گفتگو و روی میز نشستن با تشدید جنگ و ادامه این تار خونریزی معنا نداره از ایجاد. با توجه به این نقطه من فکر کنم که اگر حکومت افغانستان بتونه یک تفاهم یا یک توافق منطقه‌ای را ایجاد بکنه که فشار روی منابعی دخیل در جنگ افغانستان یا منابع حمایت کننده از طالبان و گروپایی که در افغانستان می جنگن، وارد شوه و یک نوع اعمال محدودیت صورت بگیره در ادامه ای حمایت های لوجستیکی و نظامی و مالی من فکر میکنم که این کمک میکنه برای تضمین و تثبیت پایداری و استمرار صلح در افغانستان تمام فکر میگیره تا حال شکل نگرفته یکی از خلاهایی که در این ارتباط متاسفانه وجود داشته که شما فرمودید در سطح داخلی چیکار شود به نظر من حلقه مفقوده در مذاکرات و تلاش هایی که برای سول افغانستان صورت میگیره نبود وفاق سیاسی در بین حکومت اپوزیسیون سیاسی احزاب و نهادهای مدنی داخل افغانستان است یعنی فعلا ما دو دیدگاه داریم دیدگاهی که در طرف طالبان از رأس امارت اسلامی گپ میزنه و دیدگاهی که در درون جامعه افغانستان از آدرس جمهوری اسلامی افغانستان گپ میزنه علارم این که بحث جمهوری اسلامی رو همه گپ میزنه ولی در درون امی مفهوم کلان جمهوری اسلامی متاسفانه دیدگاهی مشترک در مورد مدیریت پروسه سول افغانستان خطوط قرمز مذاکرات صلح و همچنین مکانیزم پیش برد این پروسه وجود نداره بنابر این حکومت افغانستان اولین گامی که میتونه برداره برای ایجاد وفاق سیاسی و برای ازی یک صدای مشترک از سوی کسانی, کسانی که طرفدار نظام جمهوری اسلامی افغانستان هستند کسانی که طرفدار حفظ دستاوردهای گذشته و به خصوص حقوق اساسی مردم هستند در افغانستان در بین اینا باید یک تلاش و لابی صورت بگیره دیدگاه مشترک ایجاد شوه وقتی ما دیدگاه مشترک ایجاد تانستیم با استفاده از نهادهای دولتی و غیر دولتی مانند شورای دشتر. ملی اعضاب سیاسی نهادهای مدنی میتونیم لابی منطقه ای رو شروع کنیم تا شورای منطقه رو بر سر امید دیدگاه مشترک ما به نام دیدگاه مردم افغانستان میدانیم متحد و یک بسازیم آقای رئیسانی همین وفاق سیاسی و در پالیش توافق منطقه ای اگه در جنبه نیبسا چگونه شکل میگیره این دو مسئله موارد است که بسیار روش میشه ولی تا ما ندیده به نظر ما اجوای بین المللی وجود داره تمام جهان خواهان از این که در یک پروسه سیاسی به اجمای منطقه‌ای هم تقریبا وجود داره تمام کشورهای منطقه تلاش دارن حتی پاکستان که مهمترین حامی طالبان است هم ظاهرا تلاش کردن طالبان سر ما واقعی بوده, بوده یا است جای, دارم. دارم. جای هست. اما در داخل ما مشکل داریم که این یک تشدت و پراگندگی سیاسی است اول بیشتر از اپوزیسیون و سیاسیون ما بر حکومت بر آقای غنی اعتماد ندارن چرا با او تقلب آمد هنوز هم در انتخابات تقلب میکنن برای بقای قدرت چطور اعتماد کنن که رهبری مذاکرات با آقای کرده هنوز دعای دا... تقلب بررسی نشده بله بفرم خب خب معلوم است. حال میفهم که 780 هزار رای تقلبی وجود دارن بس بح... بس اعتماد است. حکومت افغانستان آقای غنی موفق نشده که یک جمعی سیاسی را بوجود برد چون سرش اعتماد ندارن حتی فکر میکنن که سنگ اندازیشان به خاطر بقای قدرت است و ای که اصرار داره که رهبری مذاکرات باشه هم یک وسیله برای بقای, بقای قدرت است اینجا ما دچار یک تشتت و پراگندگی هستیم همچنان احزاب سیاسی دارای کدام فکر خاص نیستند اینجا باید یک تلاش صورت بگیره که من نمیدونم نمی چطور اگر بخوایم تمام جناها را تمام احزاب سیاسی را را ما بیاریم یک یک اجماع سیاسی وجود داریم غیر ممکن است بهتر از گزینشی عمل کنیم احزاب مهم شخصیت های مهم حکومت افغانستان درست. باید به اجماع برسند تا بتوانیم مذاکرات آغاز کنیم بسیار تشکر درست. آقای دکتر قیم سجادی عضو مجلس نمایندگان واقع سال محمد رگستانی آگاه نظامی سپاسگزار حضور شما و سپاسگزار همه بیننده های فراخبر شب بخیر